درود و سلام. 10 سال از حاکمیت رئیس جمهور کرزی میگذرد. در این 10 سال چیزی را که بیشتر شما شنیدین کلمه دموکراسی و مردم سالاری بوده. آیا شما فکر میکنین که واقعا دموکراسی در افغانستان عملی است؟ پرسش برنامه ما امروز با شما است. شماره تلفن 0799-47-47-02 در خدمت شماست. شما چی فکر میکنین؟ دموکراسی در حال حاضر در افغانستان در چه وضعیتی است؟ روی صفحه فیسبوک هم جمعی از دوستان پیام های خود را گذاشتن. در نخست گزارش از ملیار صادق آزاد. افغانستان برای 5 سال تحت حاکمیت رژیم طالبان قرار داشت، رژیمی که به باور بسیاری نویت حکومتداری آن دیکتاتوری مذهبی بود. اما حملات تاریخی 11 سپتامبر بر نیویورک آمریکا که سبب کشته شدن 3000 تن گردید، باعث شد تا رژیم طالبان از سوی آمریکا و متحدین آن سقوط داده شود و به جای آن نظام بر بنیاد اصل‌های دموکراسی پایه‌گذاری شود. هرچند واژه دموکراسی که یکی از تعبیرهای آن حکومت مردم و وسیله مردم است، در زمان امیر حبیب الله خان و غازی امان الله خان وارد قاموس سیاسی این سرزمین شد و در همان زمان نیز مبارزان برای ایجاد قانون اساسی و گسترش نقش مردم در حاکمیت تلاش کردند، اما برگزاری انتخابات ها، گسترش آزادی بیان، ایجاد قانون اساسی و تلاش ها برای تحقق حقوق زن از جمله پایه های دهه نوین دموکراسی در افغانستان پنداشته می شود. بعد از اداره موقتی که آقای کرزی بعد از کنفرانس بون انتخاب شد و آمد اینجا اداره موقت خود آغاز کرد، بعد از ایست که این دوره دموکراسی که ما شما درش حال زندگی فعالیت داریم، این دوره دموکراسی شروع شد و این دموکراسی تا امروز دوام کرده. آزادی مطبوعات یکی از پایه‌های دموکراسی است، آزادی انتخابات پارلمانی پایه دیگر از این دموکراسی است. اما این دوره دموکراسی در افغانستان توسط دولتی تمثیل می شود که دومین دولت آغشته به فساد در جهان به شمار می رود. افزون بر این دهه دموکراسی با مخالفت گروه های مسلحی همچون طالبان و حزب اسلامی نیز به همراه بوده است و ظرف 10 سال گذشته حدود 40,000 افغان بر اثر جنگی که ظاهرا برای بقای دموکراسی در کشور راه اندازی شده است کشته شده اند. پارلمان به عنوان یک از قوای دولت ظرف این دهه دموکراسی شاهد افراز و نشیب های زیادی بوده است و در حال حاضر نیز بیشتر از نصف اعضای مجلس نمایندگان نشست های این مجلس را تحریم کردند. به گمان اغلب به نفع ای کشورها و ای حکومت ها نباشه و شاید نخواهند دموکراسی در چنین منطقه‌ای به نتیجه برسه و این هم یکی از مشکلاتی هست که فراروی دموکراتیزه شدن افغانستان هست که باید تصمیم گیرنده ها در نظر بگیرند. همان گونه که تمام جوامع دارای کلتور، عنعنات و رسوم واحد و یکسان نیستند، تأمین و پیاده نمودن دموکراسی نیز از یک جامعه تا جامعه دیگر با در نظر داشت رسوم، کلتور و عنعنات آنها متغیر است، ولی در کل راهی است برای رسیدن به آسایش و برابری انسانها. نظام های استوار بر دموکراسی که همواره در تقابل با حکومت های دیکتاتوری شخصی، فامیلی و دیکتاتوری مذهبی قرار گرفته است، نوعیت و مدل های مختلف دارد. اما در نظام کنونی افغانستان افزون بر ساختارهای دموکراتیک و ساختارهای سنتی نیز جا داده شده است. تقسیم قدرت در دولت فعلی به اساس سهم و درجه بندی های قومی و گروهی صورت می گیرد. افزون بر آن افغانستان بر تصامیم جرگه های سنتی سال هاست که به عنوان یک از ساختارهای تصمیم گیرنده در کشور عرش می نهد و در حال حاضر نیز حتی برای تصامیم سرنوشت ساز کشور به این جرگه ها رجوع می گردد. اما بخشی از رهبران جهادی که هر یک به اساس قدرت و توان خود در دولت سهم دارند، مخالف دموکراسی بوده و تعبیری خاصی از آن دارند. دموکراسی په افغانستان کې چلش نه لري. لسکاله تجربه ثابت کړه چې د ملک دموکراسی د ملک د عقایدو د کلتور د دین د مذهب سره مخالف یو نظام ده. شرافوري په اسلام کې د لو جرم ده، مګر په دموکراسی کې لکه وبوچس کې د کوم شی غنسته کوم پروانه لري. دموکراسی کې اخلاق معنا نه لري. که څوک زنا کوي، که څوک بل عمل کوي، دموکراسی ورته هغه وایي د شخصي ازادي ده، مگر په اسلام کې دا شیان حرام دي. این موضوعات ده که بعضی اشخاص از نافهمی یا از زیر تاثیر رفتن بعضی کشورهایی که امروز با دموکراسی دشمنی دارن، اونا که تبلیغ میکنن که دموکراسی موازی فحشا و آزادی بی بندوباری ویناست، این کاملا غلط است. دموکراسی حکومت قانون است. بیش از 150,000 نظامی خارجی که 100,000 آن را آمریکایی ها تشکیل می دهد و بیش از 300,000 نیروی امنیتی افغان با طالبان و سایر گروه های مخالف مسلح دولت درگیری جنگ هستند تا نظام حاکم را که پایه های آن بر مبنای دموکراسی بنا نهاده شده است از سقوط نجات دهند.
اما دیده می شود که شماره از رهبران پیشین جهادی و حلقات در درون نظام نیز با نظام کنونی مخالفند و حتی جهاد در برابر آن را روا می پندارند. و جهاد خواهد روان دیگنه. این خلق مصالحه جهاد گی، ما قوم نسرای از مطبوعات و بساطا جهاد کن، دا دموکراسی چه دوی راوستل دا نمانم، دا جهاد ندهنو چه ده؟ در حالی که هنوز 9 میلیون افغان که 36% نفوس کشور را تشکیل می‌دهد زیر خط فقر به سر می‌برند، هنوز روشن نیست که سرنوشت دموکراسی با توجه به گفتگوهای صلح با مخالفان مصالح دولت به کجا خواهد انجامید. با این همه رئیس جمهور کرزی روز دوشنبه عازم نیویورک شد تا با اشتراک در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد به 192 رئیس جمهور و رهبران کشورهای مختلف دنیا از دستاوردها و چالش‌های دولت افغانستان سخن گوید. خوش آمدین بیننده آماج، به گونه زنده از تلویزیون یک هستین. امروز تمام فرصت از شماست، شما میتونین زنگ بزنین و دیدگاه خود را بیان کنین. پرسش ما این است که دموکراسی با باور شما چیست؟ آیا در 10 سال گذشته دموکراسی روند خوب خود را پیموده که جامعه واقعا مردم سالار شده و یا برعکس؟ این پرسش امشب است. این دو پرسش و مجموعه پرسش های دیگه هم در برنامه مطرح میشه که با شما شریک میسازیم. صفحه فیسبوک برنامه ما مثل همیشه در خدمت شما است. دیدگاهتان را میتونین روی صفحه فیسبوک برنامه بگذارین. دوستا که دیدگاه خود را گذاشتن، دیدگاهشان را به خانش میگیریم. انور می نویسد در سابق ها می گفتند که نظام کمونیسم برای مردم نان می دهد و برایشان می گوید که صدایتان را نکشید، ولی نظام های کپیتالیسم برای مردم نان نمی دهند و می گویند که می توانید تا می توانید فریاد بزنید. در افغانستان هم دموکراسی و آزادی بیان همین قسم است. 10 سال است که مردم فریاد می زنند ولی گوش شنوا وجود ندارد. خالقیار از کابل روی خط هستند. خالقیار عزیز سلام بر شما، بفرمایید دیدگاهتان. بله سلام به شما. بفرمایید دیدگاهتان رو بیان کنید. الو. بله بفرمایید، من صدای شما رو میشنوم. بله سر صدای مرا دارین؟ بله صدایتان شنیده میشه، بفرمایید. سلام به شما و تمام بیننده ها و شنوندگان تلویزیون یک. ما در قسمی که برنامه تان فعلا دیدم و سوالات شما در پیرامونی بود که آیا در افغانستان فعلا دموکراسی یا ای که نظام دموکراتیک وجود داره یا نه. خواستم که از لحاظ چیزی که فعلا در مملکت جریان داره و قسمی که تمثیل میشه و همچنان بر مبنای قانون اساسی افغانستان خواستم که فقط نظرات خود با شما شریک بسازم تا ای که همتانای ما که تلویزیون شما را فعلا تماشا میکنند یا که میشنون صدای من را اونا هم نظرات خود را شریک بسازند. بفرمایید مختصر بیان بکنید. اول این که قسم که قانون اساسی افغانستان برای ما شما آشکار بیان میکنه که در افغانستان فعلا نظام دموکراتیک وجود داره و قانون اساسی برای ما حکم میکنه که حکومتی که نظام بعد رهبری بکنه و نظام نظم ببخشه، مملکت نظم ببخشه بر مبنای و اسلوب های دموکراتیک استوار باشه. از هر آن چیزی که ما شما فعلا عملا میبینیم در بعض ابعاد ما شما نشانه های خوب میتونیم ببینیم که مثلا آزادی بیان فعلا چیزی که وجود داره در افغانستان تا حدودی هم ما مشخصا دو پرسش را دوست گرامی مطرح کردیم. یکی این که آیا پس از سقوط رژیم طالبان در 10 سال گذشته دموکراسی سیر سعودی خود را پیموده، و پرسش دوم ما این است که باور شما از دموکراسی چیست، باور شخصیتان. تشکر از شما. میخواین اول در مورد سوال اول شما جواب بگویم یا در مورد اول بفرمایید بگویید باور شخصی شما از دموکراسی چی است؟ باور شخصی ما قسمه که تئوری ها هم برای ما شما میگن که دموکراسی حکومتی هست توسط مردم که حکومت مردم هست که توسط مردم و برای مردم انجام میشه. حالا این تئوری ها هست و تعریف ابراهیم لینکن که سالها قبل کرده، ولی در عمل باور شما از دموکراسی امروز افغانستان چی است؟ در عمل دموکراسی که ببینن دموکراسی مفهومش آشکار است و ای که دموکراسی در کشورهای مختلف چگونه تمثیل میشه تری باید که بزنیم. شما ما فکر میکنم در افغانستان امروزه دموکراسی در ابعاد خاص هم جایگاه خوبی داره و همچنان از طرف بعض حلقات خاص که اونا دستای بالایی دارن در حرم قدرت سهیم هستن
یا بخصوص از طرف هیئت رهبری دولت جناب رئیس جمهور یا بعضی از وزیر صاحبایی که در کابینه هستند یا بعضی از زورمندای دیگه که فعلا هنوز هم در قدرت سهم دارند، دموکراسی وقت و همچنین مؤلفه های دموکراسی و اصول های دموکراسی وقت رعایت نشده، بلکه تشکر دوست گرامی، تشکر، زنده باشید.